این مرد محمد امین نام دارد و تاجر زغال سنگ است. میگوید که یک هفته پیش از مقابل منزلش ربوده شد و آدم ربایان برای رهایی وی 500 هزار دلار آمریکایی مطالبه کرده بودند. محمد امین میگوید آدم ربایان وی را شکنجه کرده و به خانواده اش گفته است اگر این مبلغ را برایشان پرداخت نکند کشته خواهد شد. دمی روزی چهارشنبه این توبال را نمیجی هستم گوشنه و توشنه و امیر صاحب بگه نمیجی پیسه بیتیم گه چند بوده جا خواب بودی؟ این امروز شش روز هفت را شده که نمیجی خواب من از انجیرا را یعنی قلفا را یعنی آجی یوسف مرد دیگر بلخی که 12 روز در بند آدم ربایان بود از انواع شکنجه توسط اختطافچیان حکایت دارد. می گفتن که تو بگو که پیسه بده. دادو گردیم می زدن همی تو می زدن بعد از او ما بسیار با مشکل اوقاتیم که تلخ شد. پس در چه تا کردن دیگه ما جایی را ندیدم خلطه سر در سریم بود. مقامات امنیتی می گویند شش تن را به اتهام دست داشتن در این قضیه بازداشت کرده و این افراد دادگاه علنی خواهند شد. در پایان به قضیه ما ابتدا دو نفر را بازداشت کردیم که نارا پیدا کردیم و برای فیلحال ما به تعداد شش نفر جنایتکار را در پایان به می قضیه از می اولی بازداشت کردیم که انشاءالله قضیه زیر تحقیق است. در همین حال والی بلخ می گوید آنان برای جلوگیری از جرم های جنایی به ویژه آدم ربایی تلاش بیشتر خواهند نمود و به آدم ربایان هشدار می دهد. در مقابل اختطافچا مجاهدین امارت اسلامی یک اراده و عزم راسخ دارد او این کار را در تمام کارهای خود اولویت می دهد. مقام های امارت اسلامی در بلخ در حال از بازداشت شش آدم ربا خبر می دهند که هفته پیش آدم ربایان پس از دریافت 350 هزار دلار آمریکایی از خانواده نادر عالمی دکتر عصبی و روانی مشهور بلخ وی را کشتند و جسدش را در مربوطات ناحیه اول شهر مزار شریف رها کردند. مسئولان میگویند شماره را در قضیه اختطاف و قتل این دکتر نیز بازداشت نمودند.